برو بریم. سلام. آه. چطوریت؟ اون قبلی سلام. پخش نمیشه. با. نه نه اون قبلی ها پخش نمیشه. گفتم خوش ندیدیم. میچه هم سخته برای من درونگر رو حرف زدم کانتنت دارو بردیم. خیلی هم حرف زدیم. چه خبر؟ سلامت. خوشی خوش نتونه. احساس میکنم که دوباره دارید. تو ولی با امید گرستنیم. با امید ها 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 نه از غذا سفارش دادیم الان دیگه سنگین باشی یکم نه قشنگ بابا ساپورتیو باشید نمیخوام نه ممکنه شاید هی از گوینگ ثرو سامثینگ ببخشید یه لحظه بچا داستان شو همیشه اون درست نبود اون شانس آوردیم فهمیدم اون ذوقی که داشتی جدیدن اوبر یه پولی اولش میگیره یه دشتی میگه به ما آره. کباب نمیاره بعدن کبابو میاره یعنی اول یه پولی میگیره بعد اردر میذاری بعد میگه که که من بعدم آره باید حساب میکنم بقیه شو الان اردر رو گرفت الان داره پلیسینگ هنگ تایت گفته صف به چسبیدش صف آویزون شید اردر ریسیفت برو تنگ تنگ آویزون تنگ آویزون نه پریپرد نشده یعنی هنوز شروع نکرده اردر ریسیفت دیگه نه نه یه دونه یعنی بعدی میاد پریپرینگ ما الان داریم غذا حالا بزن میبیند. من مانیتور میکنم اینجا غذا ندی به ما ما چیز میکنیم یه کمی بی که تو پادکستتون دارین غذا اوردر میدین این ما. همه درآمد شما از این پادکست داری <تصفح> <تصفح> یه غذا به ما <تصفح> یکی گفته بود توی چیز توی یه کامنت گذاشته بود برای ویدیو کومان گفته بودش که آره اینا درآمدهای میلیاردی دارن راست میگه گفتم که بعد اینا باید برن خرجش کنن برای چی هر روز ویدیو بذارن درآمد میلیاردی که اینجا داریم هزینه ها رو من بد نشون بدم همه میخوان تو سوده شریک باشن ولی کس هزینه رو نمیخواد قبول بکنه کلا یه دل پر داره ببین من کلا توییتر رو اینا پرم یعنی یه سری فعالیت هم کم شده رو توییتر خیلی اخر آدمای منفی من پاک کردم پاک من خیلی دارم مثلا اذیت میشم اونجا خیلی دارم حرفایی میشنم که واقعا آه. لایقش نیستم دوری یه سری مسیج میاد که اصلا نمیفهمی طرف <تصح> من نمیدونم اون از کجا داره نشعت میگیره یعنی شاید واقعا طرفم یه حالا یه دلخوری دلخوری زیادی داره یه مشکلی دیگه داره داره سر من خالی میکنه همیشه ولی منم هم مشکل میریزم سرت اگه اینطوری باشه میشه بگی داستان کومان چیه؟ شاید کومان یه یوتیوب چندی که منو کوروش من و کوروش با هم دیگه شروع کردیم هر هفته ویدیو داریم ویدیو آره هر هفته یک یا دو تا ویدیو میذارم خوب اسم تو نیما نیست حالا بعض چون که حالا بذار بهت بگم میخواستیم سخیف رو باشیم این این سیزن قشنگ بود نه قشنگ بود بگم ولی نمیگم نه نمیشه بوق میذاری ولی آره دیگه مشغول اونیم خیلی ها میگفتن که آره به خاطری که من اون کارو شروع کردم دیگه خودکست از بین رفته یه حرفایی یه صحبت های عجیبه غیر منطقی شده بود من آره. ایده رو دادم گفتم بیایید من یه شایعه میندازم دعوا کنیم دعوا نشد ما میکردیم به این آره. پادکستای فارسی رو دونه دونه رد میکردیم آخه خوبه اصولا برای مطرح شدن این اینا نیازه من نیازم بعد publicity گود good publicity any publicity is good publicity انی پابلیسیتیز گود پابلیسیتیز بعد پابلیسیتیز گود یاد <applause> <applause> جوادی خیابانی توی شما دو نفر ظهور کرد توی گفت علی خنجری علی خنجری یه باید جمله گفت گفتش که آب رایش رو پیدا می شما مطلب خوب درست کنید اویدوارم بعضی جا آدم های کاری که اصلا نیفته امام ایمان یه تو ساختمون هم اینجوریه بله بله میشه آب همه جا یعنی شما این پریسپا آره اون بار بود که خونه پایینی من داشتن رنویت میکردن آب میاد بالا بعد نه ببخشید خونه بالایی آب داده بود بعد طرف اومده بود خونه منو چک میکرد گفتم که شما احتمالا باید برید طبقه بالاییتون رو چک کنید منو آم. بعد ایمان اون موقع به ما اشاره کرد که آب رو پیدا بعد چیز دیگه ای که شم... میخواستم بگم آم... تویتر کلا همینه یعنی ازش نه انتظار خوب بود اوایل ولی اصلا نمیدونم چرا همه قاطی کردن اصلا چرا میای هیت می هیت به کجا بعد جوابشو میدی یارو پشیمون میشه اصلا نبا جواب بدی من اوف من نمیتونم ببین یه جوری میکشم یارو سینه جواب شما کتاب دستاد لارد اف نات گیوینگ ا فاکو من این کتابا رو دولام بکنم فهم بکنم اینجا چهار لایه هم بکنم شما چه دد فاکو زندگی تو دارید محدوده. که بدید محدود نگرش تو جای مناسب تنها چیزی که دارم بدم فاکو الان تو زندگی چیزی ندارم بدم همش دارم شده دست سرده میخواین در مورد <applause> می میخواین در مورد چیزایی که فیلمایی که دیدی من نگاه میکنین الان صحبت کنیم حالا نیاز نداره که فیلم و سریال باشه من الان قفلی ام رو سپه خلسه سفر خاصی نمی‌بینیم ببین پادکستش ویدیو یوتیوب خدا و کیگیری از یه دونه سیبیل بار نذاش بعد دیگه نیست دوباره فکر کنم پاک شد جدید نشیدم چرا یه بار جدیدو ندیدم دیر میرسم ببین دیر آمه. من میخوام خواهش میکنم میخوام دیر میرسی اینطوری میشه میپره ممکنه دیمانتاز بیارم پایین چون حرفایی که توی زده میشه خیلی عجیبه بمبه بمب دوست دارم من همینجا از سفر خلصه دعوت میکنم یه بیاد پادکست ما و من هم یه بمبی باهم هم یه جا بودم بحث همین چنل سفر خلصه شد و اینا و دوباره داشت انتقاد میشد در موردش که مثلا این حرفای بدی میزنم اینا, اینا, ولی خب واقعا آقا نبینید اگر که مثلا حالا دوست ندارید نبینید و به نظرم یه یه استایلیه که هیچ موقع تو چیز فارسی نبوده مثلا این که سانسور نکنی خودتو و من من بهش احترام میذارم با حال اگه دوست Content. ندارید میشه ندید دقیقا یعنی اگه دوست ندارید نبینید اینا رو اینو من شنیده بودم <سؤال> خیلی, خیلی بد باشه به تو خود یوتیوب بر آره یعنی من به نظرم من از مثبته حالا الان میبینیم که یه يه... موج تعداد موج زیادی از مثلا رپر و هر کسی هر کاری میکرد الان یوتیوب چنل داره یعنی یوتیوب الان خب به خاطر آره پادکست و این همه داره و بعضا من کمک میکنه یعنی من هیچ وقت مخالف این نبودم که کسایی که کارشون چیز دیگه است بیان مثلا پادکست نزنن اینا مثلا این جامعه یوتیوبرا آره من از جامعه محتوا تولید محتوا ولی خب بعضی شما شغل پدرچ محتوا ساز هستن با. بله خیلی خوبه به نظر من مفیده آره. به نظر من جذابه و همه کمک میکنه که با هم دیگه پیشرفت بکنه من من دوست دارم کانتنت رو کسایی هستن که الان مثلا خیلی هستن دیگه الان بعضی‌ها رو من خوشم نمیاد نمیبینم آره. ولی سپه خسته دوست دارم تیکه هایی که میندازه خیلی بمبه حرفایی که میزنه خیلی بمبه فویدش اینو ماسکو دیس میگه چیده یه دونه ویدیو گذاشته که اوورریتد ریتد و اندر داره میگه بعد گفتش که ایلان ماسک اوور بابا اوور میاد اینجا دو تا موشک فرستاده هوا بعد دوباره نشون دادشون موشک کاری نداره که حالا یارو اوور ریتد بعد گفت دارم شوخی میکنم و ما چوب بندازیم بالا نمیتونیم صاف <applause> <applause> بیاریم با لو یارو موشک آورده فضا برو برگردون <applause> <applause> شما چی شما چی نگاه میکنید <applause> یه نکته راجع به سفر خاصی <applause> که در عین اینکه این, جوکا اینا جو رو میگه اوره یعنی یه سری مسائل خیلی باری آره یعنی <applause> مسائل چه میدونم نجات پر نجا پرستانه، جنسی, جنسی, زدگی. اینا رو حواسش هست مطمئنه که حرفی که میزنه منطقیه با حال دیگه کسی که خوا... اینجا فوق لیسانس داره یعنی <applause> از کارد. SFU فوق لیسانس چیز داره من نمیدونستم آره آره آره, آره. آدم تحصیل کرده ایه at the end of the day. به قول خارجی پایان <applause> <applause> چی شما چی؟ من یه سریال جایی شروع کردم The به بچه ها گفتم ببینید مال 2002 تا 2008 بعد اینو 2008 خب؟ اینو هم از اون سریال های چیز دیگه مثلا تاپ تین دنیا است مثل که حالا بعضی ها میگن بهترین آره خیلی همه منتقدات ازش تعریف کردن و اینا به نظرها در حد قشنگ همون سپرانوزیه که ما میدیدیم خیلی حال میداد بعد اون سریاله رو سوپرانوز من میدیدم اینجوری هم که خب ما ادبیات اینا رو نمیفهمیم و اصطلاحات و اینا اینا اصلا یه سطح دیگه یعنی این داستان توی چیز این دراگ دیلرای توی بالتیموره بالتیمور شرق آمریکاست یه شهریه که خیلی کرایم ریت درصد جرم و جنایت اینا خیلی زیاده مم. بعد این اونجاست اصلا بود که بلک لایف Matter از توش خیلی بزرگ شد آره جمعیت افریقان امریکان اونجا خیلی زیاده احساس میکنم بعد... اسمشو قبلا شنیدم برای همین احساس میکنم آره خب بعد اصلا ادبیاتی که به کار میبرم واقعا فرق داره خیلی باحاله بعد اونها خیلی سریال خوبی الان کجاشی دو هم, <تصفح> هم. از سرش <تصفح> ببینید باحال به نظر من اپیزود اولش رو شروع کردم دیدم ولی خب موقعیت هم خوب نبود یکم کلا تو همیشه تو همین موقعیت بعدی سوپرانوز همینجوری بودی دارک همینجوری بودی ولی وقتی که میگیره دیگه میگیره درسته من دست نه آتش آتش وقتی دیگه میگیره چیزو تو این مدت فیلم گرین بوک من پیشنهاد کردم دیدی من دیدم خیلی بمبه فیلمش دوست داشتی تو فیلم خیلی بمبیه یه صحنه داره عالیه یه صحنه داره عالیه نه نه خیلی جدیه خیلی با خنده گفته ولی کمدی هم یه کمدی کامدی یه دارک کمدی داره توش مافیا چیزه راننده آره آره اون بمب ترین صحنه اونجاست که دارن سی میخورن تو ماشین تو ماشین یادم اصلا خونو پرت کردن دیدی میرو اون و این آدم گونه اینجوری که خراب کرد خیلی ولی اگه کسی نیده من بهتون پیشنهاد میکنم حتما ببینین گرین بوک روی چیز از روی نتفلیکس از کلی هم نامینیتد شده برای اسکار این چیزا خیلی مال 2019 امضا نمیدونم واقعا حالا گرفت یا نه ولی میدونم که پنج شو فکر کنم نامینیشن داشت فیلم خیلی بمبیه آره یه سری من فیلم از مارتین اسکورسیزی اون فیلم های مافیا شو مافیا نبود اولیش تاکسی درایور اونو دیدم و گود فلاس رو دیدم گود که okay. من میگم همتون ببینید اونو دو. ببینیم تازه ما من اونجا چیز بود تجربه کردم میخوادی که هم اکثر بازیگره که توی سوپرانوز می دیدیم توی گود فلاس بودن آره, اکثرشون یعنی یه گود فلاس هم بر اساس با... دیگه آره همشون آره. آره. هم اون هم این میرسی که توی گرین بوک این گرین این اسم هنرپیشه سیوفسر رو یادم رفت چیه ولی میگه که واقعا پیانیسته آره آره پیانوشو خودش میزنه آره من آره. نمیدونستم اینو با اون گفت گفت واقعا این پیانوشو خودش میزنه گفتم سیسش خیلی بهش میخورد که داره مم. پیانو میزنه سیس پیانو رو خوب گرفته آره. بود ولی آره. نمیدونستم که واقعا داره اونجا پیانو میزنه اونجا نوت داره ببخشید <تصفح> 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 من دیدم از آقای مارتین اوکی <تصفح> اونم خیلی خیلی, خیلی طولانی رو بابا اگه ناراحت نشین اونم من طول کشی تا ببینم آره من خودم س... سه ساعته نه سه ساعت یا سه ساعت و نیم حتی. سه ساعت و خورده یه دیدی سه, سه, ساعت و نیم تو از یه جا اصلا نمیتونی بشینی هیچ کی نمیتونه مثلا اونو رفته باشی سینما اونو نه اونو با چیکار ایش کنی اونو با مواد اونو با دو بزنی دو شل کنی بیفتی یعنی دیگه لخت چی مهم نیست فقط, ما, فقط مواد. ما گفتی سینما رفتیم چیز رو دیدیم گفتی مواد گفتی مواد, مواد, مواد یادش. هاوس گوچی رو رفتیم دیدیم آه. یه فیلم اینم فیلم عجیبی بود چرا جنجل... جنجل... برای هم میگم عجیبه کمی توی مایه های زرده ولی داستان واقعیه دیگه من همیشه دوست دارم فیلم اگه داستان واقعی باشه حال میکنم منم بگم چی ببخش بخش. اگه دی کامل دیدی اگه نه كر... فیلم ف... یه چند تا فیلم خوب دیدم تو این چند وقت ولی متاسفانه الان یادم نیست اسمشو بعدم توی اسم سولجره دیدی تو <تص> نه پس تو گفتی اسمشو فرس یه سریالیه که الان دارم میبینم میبینیم کوریاست آه، یه یه دونه کره ای دیدیم کره ای عاشقانه عاشقانه آره خیلی اصلا مثلا چند اپیزودش که گذشت رو یهو بودم من آدمی نبودم که اینو ببینم ولی ای داشتم میریدم کره ای عاشقانه عالی فکر کنم اسمش بود هوم تاون چچا هوم تاون چچا هوم تاون چچا آره. یه یه سریال میبینیم به نام یوفریا یوفوریا یوفوریا این معروفه زرده اینا. زرد زیاد اینا اذیت میشم اذیت میشم اسم رشته ها میگم اچ پی او میذاره از یارو نمیتونم خیلی عجیب قضیه اچ پی او داره الان دا سیزن جدیدشه خوبه. بیشتر در مورد دراگون من دوست داشتم تو هم میبینی نه من سیزن یکش رو دیدم سیزن دو شو هنوز ندیدم خیلی خیلی در مورد مواد و سکس دیگه اگر که مواد و سکس دوست خیلی میتونه بهتون کمک کنه اگه فقط مواد دوست داری دوایر مواد و سکس اگه فقط سکس دوست که اون یه جایی دیگه آره اون دیگه اگه چیز خوبم بود برام بفرست بفرمایید آره بری سر اپیزود تو گفتی فهم میگم نه بری آخه چی نمیگی بابا خوب احترام میذارم تا شاید داره از میان چیزی رد بشه اینجوری آه اینا رو بگو میز اینا رو عوض کردیم یا همونا بوده که اصلا نمیدونم کدوم کدومه من یه سریال باحال دیدم البته نمیدونم اسمش سریاله یا نه ولی documentary. Documentary <laughs> <laughs> <دوشو دیدم>. <laughs> <laughs> نو، اونو دیده بودم قبل آره تو سیزن قبل دیدم ولی این اسمش از کلارکسن فارم جرمی کلارکسن تاپ گیر رفته مزارع خودشون و خانوادگیشون دست گرفته او اینو تعریفش شنیدم آره. میره تراکتور لاجری میگیره تراکتور میگیره گوسفند میگیره خیلی آه. آه. من تو دو تو دوران مرزیم دیدم و خیلی بهم حال داره کسایی این آمازون پرایم داره و خدا ب... شکر که ما داریم همه همه اون داریم کسایی که اهل جوری دیگه ما نداریم آمازون پرایم تو یوزر پسورد ما داری دیگه برو استفاده کن دیگه نه نداریم من چون پولشو نمیدم استفاده نمی کنم فکر کنم همچین آدم میگیرم ازتون <applause> میگیرم <مت Studies> ازتون نه و بس همین دوتا هم استفاده بذارید بگم بذارید بگم کسایی که خیلی اهل کومیدی دارک تراکتور نه 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 گوشید چون جرمی کلاکسون کومیدی تنز <applause> خیلی <مت مت> عجیبی داره یعنی ماها دوست یعنی از سپر دارکتر تنزش تنزای <applause> بعض وقتا این هم میگه ولی خب داره پخش اصلا سر <applause> همین انداخش بیرون میشه دیگه باور کن <applause> کنسل شیفت دیلیتش کرد آره منسینا. آره زد <applause> آخه آخه نه اون لغتی که نباید میگفت و گفت آره ولی فیزیکی تو تو گوش یارو خوابوند تو گوشی کی خوابوند یکی از چیزا دستا گرفتم من <applause> زد یکی فیزیکی زد تنز و حیوانات و مزرعه و اینا و اینکه دارن با اصلا بدون هیچی میخواد این کار بکنه هیچ علمی نداره اینا و با حماقت این پروژه پیش میاره خیلی قشنگ یعنی یکی از دلایلی که آدما مثلا یوتیوب و اینا رو نگاه میکنن میخوان ببینن که یه نفر داره استراگل میکنه یعنی که داره سافر میکنه داره م... می... یعنی مثلا برای چی اون لایوهای آشپزی مثلا با حاله. دیده میشه خیلی بیشتر از کارهای دیگه ای که انجام میشه به خاطر اینکه داری اونجا استراگل میکنی دیگه آره دست و میزنی بدبختی میکشی و اینو آدم ما دوست دارم ببینم من خودم دوست دارم ببینم آره ببینید داره میاد سلام اینجا خودکست یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه در یکی اطراف من کارون و فرهاد و فرزاد نشستن سلام 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 امروز اپیزود چنده هستن شماره اپیزود دیگه نگفتیم 307 میتونه باشه سیز... میتونیم 307 باشیم آره 307 فصل هشتمون رو شروع کردیم دید دید یه زمانی آره. سیزن... امبله... سیزن 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 هشت هفته اول, اول قسمت آره دوم, دوم. سه هم بود سه امروز بود. هنوز <تصفح> پنج فوریه <تصفح> آره آره پنج فوریه ساعت دو سی و پنج دقیقه ظهر هستش okay. هنوز بچه ها نه صحبه خوردن نه نه آقا من دارم صحبت میکنم اسکر هم الان میخواه بگیم ازان مغرب ببخشی خورده به دو نیمه شب شهری رو بگو من کارم رو بیفتیم جونم براتون بگیم که برگشتیم امروز اپیزود کارون رو داریم ولی قبلش ببینیم برای بچه ها چیکار هم میکنن خوب خوش سلامت خیلی گرسنتونه دیگه الان دیگه فکر کنم بسیم به اوج گرسنه سینه مرغ خوردم سینه مرغ چیه داستانش من نبودم تو از شما بود کالباس کالباس سینه بود آه. نه کارم گفت یه کمی از این نونا رو نمیشه به ما بدین فهمیدم چک کردی ببینی که اکسپایر دیت من چون نه روزو میشیدم نه تماشا خوردم تو خوبم خوردی معدت میفهمه میفهم. میدونی که نه من نخوردم معدت میفهمه تا میفهم. 20 فوریه نوشته بود که اه خب پاستی دیگه نه اول <تصفح> یه جینجورو که اصلا من به این چیزا اصلا دادم این سیسا رو نیا شوید. یعنی یه کاری کنیم تو فصل جدید سیس نیاییم برای هم آره آجی اپیزود قبل سیزن قبل که پرسیس بودیم سیس نه سیس رو باید میذاشتیم نه نه جونم براتون بگه که آره درگیر فعلا بچه ها گرسنگی زیادن و و اینکه عادت بکنیم به میکروفون دیگه الان خیلی وقت او من با باید... این سیتینگ خیلی حال میکنم کدوم سیتینگ این, این سیتینگ اینجا این سیتینگی خدا رو شکر چرا بعد ببینیم فرهاد و ایمان چه حسی دارن چون من و تو روبرون ما هم که خوبی خوب اینا هم زبدری که من کارون یکم ما زبدری که لذت کارون یکم تو نقطه کور منه اینطوری میشن من خیلی حال میکنم چون آره من, من دوتا عالیه آره این دوتا تا گردن درد میگیرم ولی من که به چی زنگ زدی نه آه. گردن گفتی من با کارون هفته پیش ما یه اسکی رفتیم تو لوپ ما افتادیم ما آره رفتیم یه اسکی و اینا بعد من فرداش اومد زمینای زمین های بدی خوردم یعنی اونجا اصلا بدنم آماده نبود خیلی هم آیسی بود من نمیدونم تو بر این باور نبودی آخرش من بدتر رفتم میدونم من توی شرایطی رفتم اونجا که میدونم ولی به خاطر اینکه تو شرایط بدتر, بدتر کووید تو برای اینکه این شرایط بدتری رو دیدی دلیل برای این نمیشه که این خوب باشه هم این یارو بد بوده بازم تو پیست اسکی بزرگ شدن بعد از دو سال من رفته بودم و اینا واقعا مثلا اسم جدیدم گرفته بودم به هیچ عادت نداشتم این زمین خیلی بد خوردم که مثلا سرم خورد زمین و هلمته پشتش ترک خورد و اینا در این حد مثلا زمین بعد خوردم آره بعد صبح که بلند شدم گردنم گرفته در این حد که مثلا من نمیتونستم از جای خوابم بلند شم نمیتونستم گردنم این پونی هم گرفته بودم این توی گردنم مثلا میوردم بالا مثلا این میچرخوندم مثلا واقعا با دست این اسیست میشد تا این برمه بر میرفت دوم اسبی بعد گوزه گوزه همو گوزه بالاست خیلی دوست دارم بالا ببندم نمیتونم هنوز خیلی خیلی که راحت تره که همش با هم نمیاد پو... مو پشتش آره کوتا بیبی هر دارم به من اون روزم بعد جیم میرفتم و اینا هر جای دیگه میخواستم برم به از لوئیس صد درصد کنسل میکردم گفتم میرم مثلا با این صحبت میکنم و واقعا خداوند اینو برای ما گذاشت دو دوامن ما <coughs> خلاصه چی شد <applause> رفتم پیشش و اینا گفتم که آره من خیلی بدنم درد میکنه خیلی گردنم درد میکنه اینا گفتش که ببین الان ما اگر که بخوایم مثلا ورکات همیشه همون داشته باشیم تو مصدوم میشی بیا سعی کنیم که گردن رو بکنه بیا مثلا تو یک ساعت و مثلا یک ساعت نه یه مثلا 45 دقیقه که من اونجا بودم کلا شب واقعا چه لقش و این داشت مثلا یه ورزشی به من داد که برای گردنه چیزو من از اونجا اومدم بیرون کامل میتونستم گردنمو بچرخونم yeah. اصلا یه معجزه میکنه واقعا روی اینجری خیلی عجیبه ای چون که برش وقت گرفتم جدی آره قرار شده که بری سر و رو بزنه ببینی چه چون که براش توضیح دادم مشکل کارو گفت من خودم همین مشکل داشتم اگر که این توضیحی که داری میدی بوده که اون در چیز تاندون از سر استخون کنده شده من خودم مشکل داشتم و بعدش المپیک مسابقه داده رفتن دی آره. سال دیگه المپیک میبینید کی تو رو؟ بحرم. ایشون هم تو دیوار لغت بزادن. نه ایشون دو میدانی کار میکردن کی تو دیوار لغت تو مگه نه یه چیزی شد کرده بود نه اون بچگی بود تو مسلمیت من نبودی؟ نه آقا ما بود. تو بودیم آره این روز سخت و طاقه فرسایی بود دیلن... شبش رفتیم قارد خرچنگ خوردیم ایشون گفته بودم برید آره فکر کنم پساد کردی آره ده اینارو اینا رو تو بارها, بارها, گفته شده از فراد به ما رسیده هر به آره. پیشنهاد میده عالی میخوای اه... تاکو هم به ما پیشنهاد داد ها اونجا اون بعد بود واقعا چه تاکوی چه تاکوی محلی پیشنهاد روز بعد همسرتون فوش دادن بهتون که به ما پیش نداده بود اون که چیز بود نه. اون که گفتم او دوش اون من روش قسم میخورم یه توکویی هست اون نورتفن واقعا او من روش قسم نه نه میخورم این هیچ, هیچ کس روش قسم نمیخورم خودشون تعجب ما رفتیم تو این جورتون ما و که اونا میدینی که تئوری پشت اینجور این جور مغازه ها چیه پولشویی حتماً پولشویی حرفی دارید بزنی یا بسپاریم به کارون ببینیم اپیزودش نمورد چیه من یه سریالم بگم و بگو بگو. خاتون رو دارم میبینم نمیدونم دیدید دی یا نه و... من یکی دو قسمت دیدم بعد ول کردی توی شرایطی نبودم که کامل <applause> <applause> د... چیه در مورد چیه خاتون اه... یه مال دو مال دوران مال جنگ دومه جنگ دومه یک یک زوجی هن در شمال ایران رشت آه ایرانی آره آ ایرانی پس ایران به جنگ وارد شد خاتون نه گفتم مثلا کتون بوده مثلا نه نه خاتونه شمال ایران رو اومدن روسا به دست گرفتن جنوب و انگلیسا و اینا یه داستان عشقیه باحاله میدونی چرا اینطوری پرسیدم الان خیلی جالبه که مثلا بعضی‌ها که با شما داری میگن که فیلم کینه رو دیدی <تص> نمیدونم درست کرده من میگه که میگم که مثلا کدوم کارگردانی کیا توش بازی میکنن گفت خارجیه فلان دیگه گفتم که نه کینه <applause> <applause> گراج دیگه آره. گفتم حالا کینه دیگه حالا من چجوری الان میام کینه رو بس کنم به گراج آره. گفتم الان شاید تو هم از که میاد برگردان نه. فارسی جدی میذارم براش دیگه آره. او مثلا, آره. مثلا اسم یارو امیلیه گذاشتن خاتون آره نه مثلا یه کرکتر داره مثلا کتون اسمش ایرانی ها خاتون مثلا میگن سریال خاتون نه نه ایرانی برای اسکوید گیم مگه نگفتی چی بازی مرکب. مرکب. بازی مرکب مثلا یه بازی مرکب یارو پشمش میریزه دیگه یارو غالب تو این میکنه ما یادم رفت ما اینو زدیم ما چیو ما الان تو اپیزودیم یا ما الان تو اپیزودیم دیگه چون چون تو لوپ افتادی تو لوپ نه نه نگره نه نه بریم ببینیم چی داری برامون بگو ببینم چی داری برامون بعد از از اولی که میخوام بگم این که من از مدل کاغذی جدید دارم استفاده میکنم زمختر خیلی بکنم میبینی روش رسم میکنم اینا فایب استار آره بعد من یادم ایران راه نمایی کو... که از خوش از سپه میپرسید میپرسیدیم مدل کاغذش ایران راه نمایی که بودی میگفتن خارجی ها همه روی این برق شطرنجی ها مینویسن اون موقع ما حس میکنم یه کاله خیلی لاکچری نه شما خارج درسوندید اینجوری بود راهنمای همه میگفتن که اینجوری من تصمیم گرفتم که روی اینا بنویسم خیلی باحال یه سری ورق داشتیم که لازم زبان می رفتیم دو دو خطی بود اونا خیلی شما چهار خطیشو بود. دیده بودی نه اون واسه ساز برای ساز, ساز نه, نه 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 برای خیلی دقت زیاد که بچه شروع می کردی خیلی کوچیک بودی به جو دو خطی چهار خط بهت میدادن افتضاح بود یعنی دیتیل بیشتری برای بر آره ببین دو تا خط بود بالا و پایین چیز بود کم رنگ بود بعد شما مثلا دی می نوشتی از خط سه آه. به یک فقط باید میرفتی این پا. اینجوری یه چیز بدی بود و تاثیر هم بعد لیول اپ که میکردی دو خط میشون ببینی که خطش خوبه برای همینه دیگه <تصف> میدونن یه چیزی میگن نه اون که انگلیسی نوالی خطش جفتش بده <تصف> شما البته آها سپر گفت خط من خوبه <تصف> خط تو رو زیاد قبول نمش یه دفعه کاغذ اون رو میز بود گفت چقدر خط کاغذ من اشاره کرد حالا افتضاح کثیف نامرتب اشاره کرد گفت خط ایمان خیلی خوبه آره امروز میخوام حرفایی بزنم <applause> که اگه آخر سیزن قبل به هم میگفتن قرار اول سیزن بعد بزنی بعد باور نمیکردم نمی <میش> خود, خود باور نمیکرد یا ما نمی باور نمیکردیم؟ شما که من که اصلا باور نمیکردم شما ببینید توی این پنج ماه چه بر من گذشته چقدر تغییر کردم <میش> شما یه قسمت راجب خداگاه و ناخداگاه ناخد که من رفت بودم یادتون میاد بله امتحان بگیم اون موقع راجبه این صحبت کرده بودیم حجم اطلاعاتی که به مغز ما میرسه یعنی حجم اطلاعاتی که مغز به صورت خداگاه میتونه پردازش کنه در مقابل حجم تمام اطلاعاتی که به مغز میرسه از همه سنسورامون مثلا لامسه، بینایی چشایی بویایی شما الان یه سریشو نداری دو صفره یعنی ما 50 پنجا... میلیون بود به چیزی. آفرین 50 بیت ما به صورت حالا تخمینی که زدن به صورت خداگاه میتونیم پردازش کنیم ولی در هر ثانیه مثلا داره 11 میلیون بیت میرسه به مغز یعنی اینکه ببخشید اعدادش رو شو گفتی گفتی 11 بیلیون ما میتونیم پردازش نه. کنیم 50 بیت رو ما خداگاه پردازش میکنیم گفتی 11 بیلیون 11 میلیون داره میرسه میرسه به اوکی خب یعنی اینکه خداگاه ما نسبت به ناخداگاه ما صفر، هیچ چیزی نیست عملا تمام اطلاعاتی که به ما میرسه از طریق ناخداگاه داره میره نه حالا تمامش حجم عظیمیش به صورت ناخداگاه میرسه و حالا اون مقاله که اون موقع خونده بودم داشت ادعا کرد که ما بیشتر ناخداگاه همونیم تا خداگاه همون یا اونجا من یادم این صحبت کردم نوشته بود که فقط شما دارید رانندگی میکنید یهو حس میکنی باید بپیچی چپ مثلا یه زرد بیای چپ بعد میری جلوتر میبینی یه چاله ای هم تو خیابون هست و اینا حالا ما بهش میگیم حس شیشم این میگه که ناخداگاه شما ممکنه ماشین جلویی رو دیده باشه که توی اون فاصله رفته باشه چپ اون لحظه تو حس میکنی که باید اون کار رو انجام بدی خیلی جالبه خیلی جالب. آدم اینجوری که بهش نگاه کنه واقعا ممکنه یه سری در واقع وقایع رو ما درک میکنیم که بهش دسترسی نداریم ولی یه حسی ممکنه خروجی پردازش اون وقایع باشه که حالا امروز میخوام راجع اون رو صحبت کنیم بعد امروز میخوام حالا یه مدل دیگه به همون داستان خداگاه ناخداگاه نگاه کنیم و که این مدلی که میخوام نگاه کنیم بر مبنای تجربیات ما چهار و حالا تغییرات و در واقع اون داستانی که من به من گذشته توی این پنج ماه گذشته که از گردم جالبه راجعش صحبت کنیم و برای خود من قسمت عجیبش اینه که بعد سی سال تازه من رو فهمیدم حالا ببین تو چهل سال چیکار <applause> اول یه سری سوال کنم و از ایمان شروع میکنم الله. این اپیزود رو مثلا من دو سه ماه هدف داشتم که قسمت اول سیزن جدید این باشه بعد آمد. اون موقع که توی ذهنم بود سوالی که از ایمان میخواستم بپرسم این بود که اون لحظه که جام جهانی 2018 ایران به مراکش گل زد مانه. تو بالا پایین پریدی رو یادت بیاد ولی الان اون نمیخوام بگم میخوام بگم اون لحظه ای که شما دایی شدی رو یادت شما اون لحظه ای که اومده بودی خونه من جسد جمع کنی در باز شد دیدی روژین اینا اومدن <تصفح> رو یادت بیار <تصفح> تو هم هر چیزی دوست داری سال گذشته یادت تو هم اون لحظه ای که تست کردی عاشق شدی <تصفح> <تصفح> با فرض اینکه عاشق شدی <تصفح> بله میخوام این, این اینا به عنوان نمونه‌های لحظات احساسی پررنگ و عمیقی که من از شما ها سراغ دارمه میخوام <applause> اون لحظه ها رو به یادتون بیاری حالا مثلا برای تو مثالش ممکنه اون لحظه خیلی مطلوب نبوده تو چرا دیگه از, از حال بد به حال خوب بوده شما ها که خب اتفاقات خیلی ارزنده ای بوده میخوام اون لحظه رو یادتون بیاد حس و حالی که داشتین رو متجسم بشید خب من شدم مثلا اون حس جانم <تصفيق> 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 نمیدونم متوجه آره درست؟ اگه انقدر راحته که یا علی خب اون حسا زنده است اون حسی که اون موقع تجربه کردین الان که یادت میاد اون خاطره آره قشنگ میتونم آره من میگم زربان قلبم مثل اون لحظه شد آره قرمزم هم آره. خب راجعه این میخوام صحبت کنم بعد حالا این حسی که الان یادتون اومد رو مقایسه کنید چون با یه حالا موفقیت کاری مثلا موفقیت تحصیلی چون فلان دانشگاه قبول شدی فلان کار مثلا به پیشنهاد شد ام. خب اینو مثلا یه مقایسه بکنید یه توضیح به من بدید بگید چه جوریه احساس میکنم اون الان در مقابل اینکه اصلا مهم نیست یعنی حالا شد که شد به درک این پر این خیلی ملموستره موندگارتره آره حداقلش برام اینطوری الان مثلا فکر که باید دانشگاه قبول شدم خوب شدم که شدم. شدم حالا نمی‌شدم زیاد سوال خاصی نمی‌افتاد آره من خودم سر کار داشتم به این فکر می‌کردم این کاری که هستم قبل اینکه بیام تو این کار خیلی بهش فکر می‌کردم که این بشه مثلا چه باله فلان و اینا بعد الان که چمو گذشته اصلا داشتم فکر می‌کردم او او اوکی الان ای که چی... بقن... خیلی سری رنگ میوازه خیلی دقیقاً خیلی قشنگ شما دقیقاً همون مسیری که من دوست داشتم اون رفتی ایمان آره. میگفت مسیر چیز تو جرنی دقیقاً منم به همچین چیزی برخوردم خب دقیقاً به همچین چیزی برخوردم که انگار یه سری وقایع هستن توی زندگی ما که اصلا مهم نیست چند سال ازش گذشته هر موقع که آدمی یادش بیاد اون حالا لذت اون حس خوبی که اون حادثه داشته براش زنده است بلد. در مقابل یه سری اتفاقات دیگه هستن که به نظر ما ممکنه خیلی مهم باشن توی اون لحظه مثلا گرفتن اون کار قبول شدن توی اون دانشگاه یا مثلا حقوق زیاد خب تو اون لحظه فکر میکنه خیلی مهم ولی گرفتن ماشین ولی خیلی زود لذتش ممکنه کمرنگ بشه خب از بین بره حالا اینجا من یه نظر شخصی اضافه کنم من خودمون رو هممون رو قربانی فرهنگی میدونم که توش درست و غلط موفقیت و عدم موفقیت تعریف شده یه خطوط مشخصی داره خب انگار که حالا همیشه یه رد توی مغز ما رانه کامپیوتریش یه چیزی فکری توی ذهن ما اینه نازمه هر کاری تو انجام بدی میخواد بگه که اینو مقایسه کنه با اون فرهنگی که ما باش بزرگ شدیم مثلا خوب چیه حالا بد چیه موفقی شما موفق نیستی از این داستانه من خودم ما من خودمون رو قربانی این فرهنگ میدونم که یه فرهنگی وجود داره که به شما گفته درست و غلط چیه موفقیت عدم موفقیت باید اینجوری زندگی کرد خوب اینه بد اینه و شما هر موقع که تخطی کنی از اینا یه حس بدی بهت دست میده به نظر من این خیلی چیز بدیه اینو توی اون آقای چیزم یه قسمت ما راجع به ایمیجین ریالیتی واقعیت تخیلی رفتیم از اون کتاب سیپینز اونم توش به همین اشاره کرده بود که خب اینا فرهنگ که چیزی نیست که تو طبیعت باشه جاذبه که نیستش یه چیز من در آوردیه که انسان ها به وجود آوردن و حالا چون تعداد زیادی هم ازش ممکنه پیروی کنن عموم آدما قبول دارن ولی این هم. که درست مطلق نیست من اینو یه پدیده بدی میبینم حالا جلوتر میگم چرا در باشه این موضوع صحبت از اون طرف آقای ویکتور فرانک توی اون کتاب چیز انسان در جستجوی معنا اتفاقا میگه که اینکه آدم ها از دنبال کردن این فرهنگ ها دور شدن جامعه جدید نسل جدید خیلی سنتی نیست دیگه ما میگیم مثلا مدرن شدیم سنتی نیستیم اون فرهنگ هایی که ممکنه حالا نسل قبلی دنبال میکردن رو دیگه دنبال نمیکنی میگه این خودش عاملیه که باعث بی معنا شدن زندگی میشه که من اینو قبول دارم چرا در تناقض با حرف قبلی ما چون من میگم مم. اون فرهنگ بده ولی من قبول دارم دور شدن از اون فرهنگ ممکنه زندگی رو بی‌معنا کنه چرا به خاطر اینکه شما یه چیزی رو که باور راسخ بهش داری دنبالش میکنی برای تو اون چیز درست مطلقه مم. و تا زمانی که داری اون رو دنبال میکنی حس خوبی داری در مقایسه با منی که مثلا به هیچ چیزی باور 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 راسخ ممکنه نداشته باشم خب نمیدونی دیگه مثلا هر کاری انجام بدی همیشه چیز گری میتونه خوب باشه میتونه بد باشه اصلا کی میدونه ولی اون کسی که باور راسخ داره آقا یه فرهنگی هست یه دینی هست یه طرز تفکری هست تا زمانی که شما کارهای اون در واقع طرز تفکر رو داری انجام میدی زندگیت معنا داره اینو به نظرم به درستی داره حالا من که کسی نیستم بگم درست و غلط ولی من قبول دارم این حرف که دور شدن ماها از این فرهنگ زندگی رو بی‌معنا کرده ولی همچنان من میگم که این اتفاق بدی بوده که برای ما افتاده خب ما قربانیان این فرهنگیم چرا بخاطر این فرهنگ برای ما از بچگی تعریف کرده شما مثلا باید درست خوب باشه درست تو سریع تموم باید بکنی بری یه کار بگیری بعد مثلا سریع تشکیل خانواده باید بدی و اینا ولی الان همینجا تو جمع چهار نفرم و من با اون سوالی که کردم از شما خواستم بیاید مقایسه کنید اون موفقیت تحصیلی کاریه رو با اون لحظه احساسیه و خب جواب همه ای ما بدونین که هیچ چیزی رو با هم هماهنگ کنیم یکسان بود که آقا اون لحظه احساسیه ارزش لذت و تمش اصلا قابل قیاس نبود با اون موفقیت چون موفقیت به مرور رنگ عوز میکنه کم رنگ میشه بی ارزش میشه برای ما و من میگم اگه فقط موفقیت هم نیست یعنی مثلا من تو خودم میبینم که چه آدم میگه سری هزینه ها رو میکنه برای اینکه خوشحال بشه حالا ماشین تو مثلا زدی کامپیوتر چه میدونم مجسمه های مختلف چه پوستر میسا فکر میکنی که داری مثلا یه کار مفید خوبی انجام میدی ولی اون اولش هم مثلا دو روز اولش هم خیلی برای جذاب باشه ولی <applause> بعدش که همطوری که زمان میره جلوتر اینطوری که خب حالا من این کارم کردم زیاد اون لحظه شاید خیلی خوشحال بودم ولی دو روز بعد دیگه اصلا اون خوشحالی اولیه رو نداری مهمم نیست که چقدر اون هزینه که کردی زیاد بوده باشه یا چقدر حالا اون موفقیت کاری که داشتی مثلا برات مهم بوده باشه از بین میره یعنی تا اون ارتباط احساسی رو باشناش. باش نشه همش لخ این لخ میشه این خانم اون پشت من اذیت نمیشه اون... نه منو در اذیت میکنه هی میبینم یه خانم هنتای داره رد میشه اینجوری نبوده آقا از شما انتظار نداشته درسته <applause> میبینی که اون در واقع اون موفقیت زیاد اصلا اهمیتی نداره تا اون رابطه احساسی رو باش نداشته باشی آره همین من از موفقیت اسپورتام به خاطر این بود این اون جایی بود که من به این قضیه پی بردم نگاه کردم دیدم بابا مثلا یه لحظه خیلی ساده توی گذشته من به مراتب حس بهتری داره به من میده تا هرچی که اسمشو بذاری این چیزایی که مثلا فرهنگ ما گفته خوبه و من حرفم اینه میگم اگه تو خاطراتمون لحظه هایی داریم که از یادآوری زیباییش اشک <متصفح> یا لبخند به روی چشم <متصفح> یا روی لبمون بیاد زندگی قشنگ و ارزشمندی داریم مستقل از اینکه چند تا از اون موفقیت هایی که حالا فرهنگ و جامعه برای ما تعریف کرده رو توی رزوممون لیست کرده باشیم <متصفح> مستقل از اون اگه چهار تا لحظه ما داریم که بهش نگاه کنیم اشکمون در میاد بخندیم به میارزه به همه چیز خب <متصفح> بعد من اینو رفتم با مشاور مطرح کردم <تصفح> <تصفح> که بابا داستان چیه مثلا فلان کارم ما فکر میکردیم خیلی مهمه انجام دادیم هیچی نبود ولی یه صحنه خیلی ساده ممکنه تو ذهن من مثلا منو منقلب کنه بعد ایشون برای من توضیح دادن که فرزندم دقیقا همینه لذت اتفاقات احساسی اصلا قابل مقایسه با حالا لذت اتفاقات منطقی نیست داستان اصلا نمیتونی با هم مقایسه کنیم. بعد شما فکر کنید منی که از وقتی یادم میاد فکر میکردم که احساس اصلا مهم نیست همه چیز باید منطقی باشه فکر میکردم که احساس فقط شما رو کند میکنه توی مسیری که دارید حرکت میکنید یه روز صبح ممکنه بیداشی خوابی دیده باشه اصلا کلا حالت عوض شه منی ای که این باور رو داشتم و باهاش مثلا نزدیک سی سال زندگی کردم اون لحظه که داشت اینو من توضیح میداد من چه حالی داشتم سیس این سوپر سی ویلنا رو گرفته که <تصفح> <تصفح> میگن که توی این فیلمای های یه آره یه <تصفح> آدم خیلی دارکیه میگه که احساس نواب باشه خوشی نواب باشه <تصفح> و فلان و اینا Tom اون man. از اون سیسو گرفته بودی اون لحظه ولی خب حالا واقعا چه احساسی داشتی که گفت. اوف چیز شد شل شد همین دیگه من ببین آخه من چون این اتفاقا برام افتاد دیدم که مثلا فلان حالا موفقیت هر چیزی رو مقایسه میکنم با یه لحظه خیلی ساده این اصلا رنگ میبازه جلو اون باش معطل کنم که داستان چیه چه چی ممکنه بعد اون اینجا برای من توضیح داد که بابا اصلا لذت اتفاقات احساسی فرق داره من او تمام مثلا خاطراتی که من دارم اگه یه لحظه احساسی بوده باشه اون رو که یادآوری میکنم برای خودم اون حس زنده است بر همین اون سوال من از شما پرسیدم ولی چیزای دیگه واقعا حسش زنده نیست دیگه به مرور از بین میره خب یه مثلا میگم خیلی چیزای ساده میتونه باشه چون تو یه لبخند ممکنه یه جا ببینی خب. یه یه حس خالص ممکنه یه جا ببینی این خیلی تاثیرگذاره یه کلیپ ساده من اونم کجا دیدم. یه گور بچه گربه داشت تلاش میکرد از یه جدول بره بالا این نمیتونست ببخشید چیز بود سگ بود طول سگ <applause> <عجیب بودنست. تصفيق> بچه سگ, <تصفيق> <تصفيق> طول طول آره. سگ آره بعد یه پسر بچه اونم کوچولو بود رفت اینو گرفت کنه این سگره گرفت حلش داد از جدول رفت بالا اینقدر قشنگ بود تو اون لحظه خیلی حس بالی قلبت آب میشه آره بعد همین هفته پیش که ما این سفر کذایی رو رفته بودیم با تمام چیزهایی که تعریف کردیم سفر ارزش من صبح که بیدار شدم رفتم بیرون کنار آب بعد مثل پدرهای بعد یه لحظه مثلا داشتم آب رو نگاه میکردم یه صدای آبی اومد یه آرامش عجیب غریبی اون لحظه بود او من یه حس خیلی اومدی تو هم گفتی آره اومدم تو هم گفتم بهتون یه حس خیلی خاصی داشتم درست او... این باز از اون لحظه مثلا احساسی است که خیلی هم معمولیه هیچ چیز خاصی توش نیست قرار نیست مثلا اتفاق عجیب و غریبی افتاده باشه ولی همون سادگیش کلی زیبایی توشه درست و آرزم به خدمت شما که اینجا بود من اینو فهمیدم که حالا من ما همیشه فکر میکردیم که مهم یه سری چیزهای دیگه است ولی واقعیت اینه که به نظر الان من مهم اونا نیست اگه ما حالا مثلا توی رزوممون لیست نکردیم اون کارهایی که جامعه و فرهنگ از هم خواسته به عنوان موفقیت اصلا اهمیتی نداره تا زمانی که ما دل خوشی داشته باشیم اهمیت داره با همون دیگه. سادگی هم میتونیم زندگی ارزشمندی داشته باشیم اینجا میخواستم بگم بگو یه چیزی بگی <applause> <applause> بگم می‌خواستم بگم به هر اونم اهمیت داره دیگه یعنی تو برای اینکه توی حالا جامعه رو که الان نمیتونی کاریش بکنی یعنی اون اونطوری بنا شده و اینطوری هم ادامه خواهد داشت یعنی فکر نکن مثلا ما که نشستم داریم پادکست ضبط می‌کنیم 100 هزار نفرم بشن و 100 هزار نفر نظرشون عوض میشه و دیگه نسبت به لحظات احساسی خیلی چیز میشن تا به موفقیت های حالا <applause> شغلی و اینجور چیزا براشون اهمیت پیدا میکنه یعنی اونم به نظر من مهمه اونم الان برای اینکه بتونی تو این جامعه دووم بیاری بتونی بری جلو رشد بکنی باید اونا رو هم داشته باشی دیگه من نمیگم اونا مهم نیستن خب من میگم که به ما حالا شخص من اونجوری که بزرگ شده بودم همیشه اونا اهمیت داشتن خیلی ارزش اون لحظه احساسیه اهمیت نداشت حرفی که من میزنم اینه که اگه ما کسی هستیم که حالا با اون معیارها مثلا موفق و خوشحال نباید باشیم ولی دل خوشی داریم کی اصلا حرفش مهمه اون وسط حال دل من و شما که فقط مهمه دیگه تو زندگی خودمون و اون حال دل لازم نداره چیز عجیب غریبه باشه میگم تو مثلا یه بچه میبینید با یه سگ بازی میکنه ممکنه عشق کنی ولی این فقط لازمه اینه که حال دلت خوش باشه بعدا بگی که مهم نیست حال دل خوب نباشه اون موقع این همون داستان مثلا پول در آوردن است پول نباشه قطعا زندگی بده ولی پول زیاد داشتن به بهتر شدن زندگی مم. کمک نمیکنه اون اصلا حرفی توش نیست اینجا من دارم میگم که اگه حالا یه ذره حالا از بحثی که من واقعا میخواستم بکنم خارج شده ولی حالا چون مطرح کردی اینجوری لیست کردن اون موفقیت ها مثلا دونه دونه بریم مرحله بعدی اون هیچ چیزی به زندگی ما اضافه نمیکنه اگه ما لحظات عمیق اون مدلی نداشته باشیم مثلا اون حسی که تو مثلا خارج و بغل میکنی نکنه حالا هر موقع بغل کردی اون حس با هیچ چیز دیگه قابل قیاسی است کلا حرفی که میخواستم از زمین بود که میگم من به عنوان کسی که فکر واقعا احساس مهم نیست اون دوستانی که من بارها اینو بهشون گفته بودم و ازشون عذرخواهی میخوام میکنم به خاطر اینکه آدمایی بودن که میگفتن احساس مهم مثلا الان ناراحتن الان خشمگینن الان بهشون برخورده الان فلان هم این چی بودم که خب اصلا اینا که مهم نیست بعد من تلاش عجیب غریبی هم کرده بودم که اینا رو تو خودم از بین ببرم این نه ناراحت شم نه خشمگین شم نه واکنش بدم تانک بوده الان مم. نه یه جایی رسید که ضربه خوردم یه جایی رسید که فهمیدم اوه بهم. اینا خیلی مهم بوده و اتفاقا پر... نپرداختن به اون احساسات عملا یعنی نپرداختن به خودمون خود چرا چون که ما گفتیم ما بیشتر ناخداگاهیم احساسات از ناخداگاه میاد بیشتر ما ناخداگاهه پس ما اگه به احساسات نپردازیم به خودمون خود نپرداختیم داختیم. فرمولشو نوشتیم اینو من تو این پنج ماه کشف کردم که مهمه باید پرداخت ما اگه مثلا صبح پا میشیم یه حسی داریم هم یه فیلمی ببینیم یه حسی به اون دست میده یه صحبتی میکنیم یه حسی باید اون حس رو بهش بپردازیم حالا میتونه خش باشه آدم دلش میگیره نمیدونم عصبانی نه حس دادخواهی داره همه اینا هست اینا مهمه باید بهش پرداخته بشه مهمه که آدم بتونه اینا رو تحلیل خیلی هم کار سختیه حالا شاید برای یه سری تمرین میخواد خیلی من سخته. که به شدت سخت اصلا من نمیتونم یه همچین کاری بکنم برای همین حالا مشاوره به کار جالبی کرده یه دور لیست احساسات رو برای من فرستاد اینجوری شت مثلا اینا رو هم داره. بعد گفت ببین احساسات ریشه تمام احساسات رو به سه تا چیز وصل کرد خب مثل اینکه ها داریم از قرمز و مثلا سبز و آبی شما همین رنگا رو میگیری اونم گفتش که یه خشم داریم که خشم از دادخواهی میاد یعنی یه جا مثلا حق شما رو خوردن شما خشم کنی میخوایی بری حقش رو بگیری یه دونه ترس ترس داری که از تهدید میاد یه سومیش هم هست یادرس اصلا برات مهم نبوده آخه ویل او موشنز منم دیدم اونو من آره ترس داری ترس داری چون مثلا استراب و اینا از ترس و اینا میاد مم. یعنی از ریشش از ترس also چون اگیم ویل او موشنز چی میموشه ریل ویل آخا غاش جوز میشه خوشی ریش این نه نه بالای 32000 تا اینکه نه نه خب دارم. همون کاتگوریا رو اه... کاتگوری نزدیکتر رو بب... وسط دایره رو بخونید ببخشید یه دم ناراحتیه که از فقدان میاد اه... شش تا چیزه من انگلیسیش انگلیسیش رو بگم حالا نه اینو من بزر من باز کارو آره این... چون برای من سخت بود که بیام دونه دونه اشو تشخیص بدم این اومد به من گفتش که این سه تا یعنی شما اگه خشم ممکنه داشته باشی دادخواهی ترس از تهدید میاد که استراب و این استرس و اینا همه این توه و یه دونم چیزه همین الان گفتی جوی گفتی نه بابا سادنس گفتی که آره از فقدان وقتی که شما مثلا ناراحتید فقدان یه چیزی باشه شما رو ناراحت کنه خلاصه میگم من متوجه شدم که اینا اتفاقا مهمه اینا دریچه یه به اینکه شما خودتون رو بهتر بشناسید چون از ناخودگاه میاد و بیشتر ناخداگاهیم تا خداگاه <تصح> تو که این آگاهی رو پیدا کردی یعنی این اتفاق که چند وقت وسط افتاده همین توی این بازه پنج ماه هست آها یعنی خیلی اخیر ولی میخوام بدونم که کدوم برای پنج ماه هست یعنی الان چقدر وقت آگاهی <تصح> <applause> یه پروسس دیگه یعنی اینجوری نبود من شب بخوابم نه آره میخوام <بخوابه تصفيق> اینم مثلا چه وقت داری اپریشییت میکنی این موضوع رو آها شاید مثلا دو ماه سه <applause> <دو> ما. آره <تصفيق> <تصفيق> چون ما تو قبل تو یه اصلا باور نداشتم بنده خدایی از ما میپرسید بگوید احساست چیه من باور نداشتم اما نکته چیه نکته اینه که این که من میگم باید به آگاه باشیم و بهشون بپردازیم پرداختن خیلی مهمه تحلیل کردن مهمه اینکه که بدونی معنیش چیه که کار سختی هم هست ولی این به این معنی نیست که بقول این خارج روش اکت کنی یعنی مثلا شما الان یه حس خشم وحشتناک داری نباید بریم مثلا جر بدی یکی رو خب <applause> فرزاد چون داشت میگو میخواست آره نباید این کار رو بکنی این اصلا کار شما بهتر میدین پری فرانتل همینه که احساسات ما رو ریگولیت کنه یعنی تعدیل کنه مثلا یه حس خشم وحشتناکی داری پا برید بری قتل کنی باسه این کارایی اون بخش مغزه که حالا حیوانات هم اونو ندارن ولی به نظر من خیلی مهمه پرداختن بهشون وقت بذارید این کار رو بکنید من تو اپیزود بعدی ادامه این داستانو میرم که اصلا دریچه به اون ناخداگاه ما چیه و من مثلا چجوری بهش پرداختم منی که خیلی مبتدی هستم در این زمینه یک کلیف پس گذاشتی <السؤال> بعض رو کاشت بعض رو کاشت. <السؤال> آره بعد آخرش هم میخواستم بگم که حالا قبلا هم صحبت کرده بودیم تکامل بخش احساس یه انسان یعنی اون بخشی از مغز که احساسات رو می‌فهمه میلیون‌ها سال قبل از بخش لاجیک شروع شده اه. در واقع یه محصولیه که بیشتر تکامل پیدا کرده کاملتره و همه حیوانات هم دارن حیوانات منطق ندارن ولی اینو احساسات رو همشون دارن یه چیزی کار کرده باعث میشه انسان زنده بمونه موجودات زنده بمونن کارایی داره من یادم اون استاد ما که تو ایران بودیم آلمان بزرگ شده بود اون میگفتش که توی آلمان مثلا چون ادارات ارگانیزیشن های اصلی محصولات نرم افزاری که استفاده میکنم مال مثلا 20 سال پیشه چرا چیز جدید استفاده میکنم چون میگفت اون محصول استفاده شده تست شده تمام تستا رو پاس کرده باگ نداره میدونید کلی از کلی فیلتر رد شده آره توی این طی این سالیان سال یا کلی چیز شده در واقع بالغ شده اون محصول نرم ولی یه چیزی که مثلا امسال تولید شده تو نمیتونی فرت بیای مثلا توی یه شرکت دولتی استفاده کنی و خب این ایده ای که آلمانیا دارن یعنی تو هر نوآوری و فرد قرار نیست ازش استفاده کنی به خاطر اینکه طول میکشه تا بالغ بشه اون نصب و حالا عقل و احساس و منطق ما هم یه همچین داستانی میتونه داشته باشه دیگه تو ممکنه از یه جا رد میشه یهو یه, یه چیزی میبینی یه احساس تهدیدی میکنی یه جا میترسی اصلا چون دیده بود دیگه تو آریزونا بله آره. بله. اصلا متوجه هم نیستی که چرا این اتفاق افتاده ولی خب این به بقای شما کمک میکنه اگه بتونی بهش بپردازی به و خب این احساسات طیف مختلفی داره تو یه جا ممکن عاشق شی یه جا نمیدونم ترسیده باشی و ترست از نیم بره یه جا مثلا حس دوست داشتن همه اینا هست دیگه و خیلی جالبه تمام بله. شما چیز دارید سیاره. اضافه بکنید یا سمون بک میخوای بشین نمیومدی دیگه <تصفح> 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 فقط آمدی غذا رو بگیری میفهمم اومد غذا رسی آره خب رو کمتر نیست اونها من نمیبینم خوش درست این توییتر عصبیش کردی آره نه من شب بایی داشتم نه ولی این نکته ای که کارو میگه که اون خاطرات و تجربیات احساسی خیلی بیشتر میمونه واقعا خیلی چیز مهمیه به نظر من هم و همینی که میگه که طول میکشه تا شاید آدم مثلا اینا رو پردازش, پردازش کنه یا حالا دم بکشه اصطلاح امروز بود به نظرم سنم تو این دخیل دیگه هرچی ما بزرگتر میشیم شاید نزدیکتر بشیم به اون به اون فهمی که آقا مثلا چی مهمه یا چی اولویت ها چ... چجوریه مثلا تو تو کیس خود من ام... چیزی که بی... ام... سعی میکنم بیشتر ام... اجراش کنم اینه که مثلا اگه با خانواده میرم بیرون یا حالا با دوستا فلان ام... اون فوکس هم روی این باشه که لذت ببرم از اون تایمه ام... شاید اینطوری نبود قبلا نه دیگه نبود اصلا تو ذهنم همچین چیزی نبود ولی الان مثلا اولویت هم شاید اونه تو, دور دوره همین مثالش همین هفته پیشی که رفتیم سفر درسته ما انتا موضوع گفتیم مشکلاتی که اون خونه داشت ولی الان که یه هفته گذشته اونا دیگه آردی که فید شده تو ذهنمون فقط حالا اون اون شوخی که سپه میکرده اون تایم خوبمون خوبش تو ذهنمون کفش های سایز کوچیک شده آره آره که با خودمون برگردم ولی آره جالب میشه قسمت بعدی هم بریم ببینیم چیه ببینی که من میخواستم اضافه کنم هی داشتم با خودم دو سه چهار تا میکنم که بگم وقتی میگم چه حالا چیز اضافه میکنه ولی فقط ابزرویشن یعنی چیزی که من دیدم حالا طور بذاریم کنار من الان خیلی آدم اومد تو ذهنم که فوکسشون تمرکزشون تو دوران زندگی مثلا اینا بین 50 تا 70 سال سن دارن این بوده که فقط یه ایکس مقدار پول در بیارن مثلا ملک اضافه بکنن ماشین فل حالا سهام فلان رو داشته باشن اینا ولی وقتی باشون صحبت میکنی میبینی که عمق ام... احساسی نداره اون فرد و نسبت به اتفاقات پیرامونش هم دو تا چارتایی برخورد میکنه و خب آروم آروم هم آدما ازش دو نه که دور بشن ولی خب تمایل آنچنانی ندارن که باش وقت بگذرونن یه یه, ب... یه،, تایم عمیقی یه تایم مثلا خوبی رو باش بگذرونن و این خب برای من ناراحت کننده چون میبینم این آدمه پتانسیلش رو داشته یا داره که یه زندگی حالا نمیگم نمیخوام اسم رو بزنم عمیق به قولی نم... نمیخوام روش بگم حالا زندگیش سطحی بوده اون زندگی عمیق است ولی اه... در میبینی این جور آدم رو که درگیر اون, اون پارامترها شدن و اونا براشون چیز بوده و اونا براشون الگو مهم بوده و این قسمت ها رو از دست دادن و اون, اون ناراحت کنند دست دقیقا واسه منی که میبینم اون آدم رو هم که میگم ای کاش مثلا یه خورده به یه اون دریچه یه سری میزد درشو باز بیکرد یکم احساسات رو بیشتر بهش مثلا بها میداد همون آخر میگم دیگه این همون داستانه. فرهنگ و جامعه که ما توش بزرگ شدیم میگه از بچگی که به ما نگفتن اینا که مهمه اصلا اینا مهم نبوده شاید حالا توی ماهایی که توی فرهنگای سالار بزرگ شدیم مثلا برای پسره که اصلا تو به احساسات که نباید توجه کنی که بده ده. در حالی که برعکس این اتفاقا یه ابزار قدرتمندیه که شما ازش استفاده کنی زندگی رو به جلو میره ولی خب ما اینا رو بلد نیستیم حالا این راجبه این مدل آدما میگم هر کسی هم ممکنه این براش مهم نباشه یه کسی ممکنه تو اولام همینجور دنبال همون پول و اینا باشه ولی این واقعیت اینه که ما همینجا یه سال و یه پرسجو کردیم تو جمع خودمون دیدیم واقعا همون اتفاق که ممکن ساده باشه چیز خاصی نباشه <تصفح> لذتش خیلی به مراتب میتونه بیشتر از تمام اون مدل تجربه باشه <تصفح> چیزی که حالا من دوست دارم بگم اینه که ما حالا میشیم دیس میکنیم میگیم که آره به ما نگفتن فلان و بیساره چون به ما نگفتن که احساسات مهمه او اینا من احساس میکنم این واقعا دانشش وجود نداشته یعنی نه اینکه یعنی اون بند خدا هم به همین واقف نبودن و اونها هم ضرر صدمه دیدن تو طول مدت ها یعنی توی نیست که فرهنگ ما حالا شاید واقعا فرهنگ های دیگه هم بودن آره فرنگایی که کشورهایی که از جنگ اومدن بیرون کشورهایی که تحت فشار بودن حتی مثلا تا یه اندازه ای احساس میکنم فرنگای غربی هم همینطوری بودن و اونا حالا پ سال از ما جلوترن ولی من الان میبینم تو اطرافیانی که دیدشون عوض شده نگاهشون عوض شده واقعا دارن به احساسات به طرز برخورد به طرز صحبت کردن ها هم در واقع توجه میکنن توی اه، حالا زندگی روزمرهشون آره دیگه بابا اصلا فرهنگ چیه فرهنگ همون واقعیت تخیلی است که تو ذهن یه سری آدما وجود داره خب شما همین مفهوم مشاور رفتن رو اگه در نظر بگیری قدیم شما اگه مثلا روانشناس میدیدی قدیم خیلی دور نیست مثلا 15 سال پیش فکر میکردن دیوونه دیگه لابد مشکلی داری خب الان چه جا افتاده توی جمع چهار نفره ما همون حداقل یه بار رفتیم خب بعد اون این فرهنگه به وجود میاد به مرور م. یعنی اگه ماها آدم هایی باشیم که شروع کنیم به این قضیه توجه کردن و نسل ما این کارو بکنه خب این احتمالا به نسل بعدی منتقل میشه و به م. مرور اون فرهنگه شروع میکنه به عوض شدن ما اینجوری نیست که فقط ایراد بگیریم دیگه داریم میگیم راهش اینه مثلا تو همین تجربه من من اگه با این ماشاور صحبت نمیکردم این حرفو بند حالا هیچ ممکن 20 سال دیگه میفهمیدم خب ولی خب الان که امکاناتش هست جالب آدم بتونه از اینا استفاده کنه زیباست خیلی عالی ببینیم اپیزودو جالب نداشتنی بعد چرا که فکر نکنم فکرم خیلی تو اپیزود اول جالب رو همه رو گفتیم اتفاقی که افتاده هفته بعدی احتمالا با جالب دست دستواندی شده بر. برمیگردیم مرسی که مرسی که اینجا با ما بودیم دارم اصلا خود اینو چون خودم نزدم نمیدونم <applause> اول خواست ده. خواست ده. ما خود ما اسم خودکسته توی این فضای مجلس اسم خودکسته میریم هفته دیگه با دو تا اپیزود دیگه برمیگردیم فعلا خدافز خدافظ خدافز